سلام دوستان عزیز من علیرضا پارسای مشاور رسمی مهاجرت کانادا استاد رشته مهاجرت اشتن کالج و نویسنده کتاب پرفروش انگلیسی زبان 88 tips on immigration to canada هستم در این ویدئوی کوتاه میخوام در خصوص حکم اخراج از کانادا با شما صحبت بکنم متاسفانه بعضی موقع ها پیش میاد که یک فردی حکم اخراج از کانادا دریافت میکنه طبیعتا اون فرد داخل خاک کانادا است و حالا بنا به دلایلی که زیر شاخه به طور معمول اصل 33 تا اصل 43 قانون مهاجرت کانادا هست اون شخص ممنوع ورود میشه به کانادا و براش حکم اخراج صادر میکنن اگر حکم اخراج برای کسی صادر شد نباید بلافاصله هول بکنه به خاطر اینکه بعضی اوقات حکم اخراج قابل اجرا نیست اصطلاحا ما میگیم که آن هست چه موقع قابل اجرا نیست اینها حالا زیر شاخه در واقع اصل 230 و قانون آینامه های مهاجرتی کانادا تعریف شدن ولی به طور ساده بخوایم بگیم مثلا فرض کنید 231 232 233 اینا رو توضیح میدن ولی خیلی ساده مثلا برای جودیشال ریویو اقدام کردیم یا برای یه چیزی به اسم پرا میگیم پری ریسک رو موال اسسمنت اقدام کردیم برای اون شخص یا برای اچنسی اقدام کردیم و استیج یکش قبول شده در چنین شرایطی اون موقع اون حکم اخراج انفورسبل نیست ولی اگر انفورسبل بود باید نگاه بکنیم که اون حکم اخراج داخلش چی میگه به طور معمول حکم اخراج به شما اجازه میده تا مکسیموم سی روز داخل خاک کانادا باشید در شرایط خیلی استثنایی ممکنه شخص رو دستگیر بکنن و به زور خارجش بکنن از کانادا ولی به طور معمول تا سی روز اون شخص میتونه داخل کانادا باشه سه نوع حکم اخراج داریم یک حکم اخراج که شاید مهربانانه ترین نوع حکم اخراج باشه بهش میگن دیپارچر اوردر که این شخص اگر که ظرف سی روز از خاک کانادا خارج بشه و خروج خودش رو هم به افسران مرزی اعلام بکنه در اون صورت حکم اخراج به تنهایی دیگه براش ممنوعیتی برای برگشت به کانادا ایجاد نمیکنه. طبیعتا ممکنه به دلایل دیگه اون شخص نتونه به کانادا بیاد ولی به خاطر اون حکم اخراج ممنوعیتی بر وی اعمال نخواهد شد حالت دوم اکسکلوژن اوردر هست با اکسکلوژن اوردر به صورت پیشفرض شما تا دوازده ماه نمیتونید به داخل خاک کانادا برگردید البته باز بعد از دوازه ماه ممکنه ممنوعیت داشته باشید ولی نه به خاطر حکم اخراج خود اون حکم اخراج به صورت بیشورد دوازه ماه اگر که اکسکلوژن اوردر به خاطر میس رپرزنتیشن یا در واقع جعل اسناد و دروغگویی و اینها صادر شده باشه اون وقت اکسکلوژن اوردر 60 ماهه میشه تا 60 ماه نمیتونید وارد خاک کانادا بشید. اگر بنا به دلایلی نیاز باشه ظرف کمتر از اون 12 ماه یا اون 60 ماه بسته به نوع اکسکلوژن اوردر وارد خاک کانادا بشید باید درخواست یک نوع مجوزی رو بدید که اصطلاحا ما بهش میگیم آرک یا authorization to return to Canada اگر آرک صادر بشه میتونید زودتر برگردید کانادا حالت سوم بدترین نوع حکم اخراج هست که بهش میگیم دیپورتیشن اوردر که توی فارس هم خیلی میگه میگیم فلانی رو دیپورت کردن همیشه حکم اخراج دیپورتیشن اوردر نیست ولی اگر کسی دیپورتیشن اوردر دریافت بکنه اون شخص تا ابد به کانادا ممنوع الورود خواهد شد مگر اینکه بتونه آرک دریافت بکنه که نکته جالبی که باید بدونید اینه که اگر کسی دیپارچر اوردر بگیره و ظرف اون دوره سی روزه از کانادا خارج نشه یا اینکه خروجش رو به افسران مرزی اعلام نکنه متوسفانه اون دیپارچر اوردرش به طور اتوماتیک تبدیل میشه به دیپورتیشن اوردر پس بنابراین باید خیلی حواستون باشه که اول بدونید که حکم اخراجتون انفورسیبل هست یا نه و اگر هست در اسرع وقت نسبت بهش اقدام بکنین میدونم که این ویدیو به مسائل خیلی خوبی نبود ولی به هر لازم بود این رو توضیح بدم امیدوارم که از این ویدیو استفاده برده باشید و ویدیوهای دیگه من رو هم ببینید متشکرم